نرسانه 40مین روز جنگ همه خبرها میگوید جنایات جنگی در اوکراین غیر قابل انکار است. لهستان پیشنهاد میکند یک هیئت رسیدگی بین المللی به آنچه که نسل کشی لقب داده از جمله در بوتچای اوکراین رسیدگی کنند. در پی کشف جسد کودکان در بوتچا آقای مکرون امروز گفت با تحریم های بیشتر علیه روسیه موافق است. تصمیم گیری این تحریم ها در سطح اتحادیه اروپا خواهد بود. از زمانی که روسیه گفته دونباس را در اختیار خواهد گرفت، مردمان این شهر به غرب اوکراین پناهنده شدند. از سوی دیگر سخنگوی کرملین میگوید این خبرها تبلیغ دشمنان روسیه است. آقای سرگی چامیکو وزیر دفاع روسیه گفته به ارتش دستور داده بوده به هیچ وجه به سمت غیر نظامیان شلیک نکنند. آنچه را که میبینید بیانیه وزیر دفاع روسیه است که سفارت روسیه در فرانسه ناشر آن بوده و سخنان طولانی تر وزیر دفاع روسیه را منتشر کرده است. در امریکا آقای بایدن خواسته تا 4% به بودجه دفاعی کشور افزوده شود. آلمان هم به نوبه خود میگوید 100 میلیارد یورو برای مدرن ساختن ارتش به کار خواهد گرفت و هواپیماهای بیشتر جدید F-35 از امریکا را خواهد خرید. در واکنش به اتفاقات اوکراین آقای آنتونیو گوتراس دبیر کل سازمان ملل گفته با دیدن عکس‌های بوتچا دوچار بهت و حیران شده است. نخست وزیر کانادا آقای ترودو هم از سایر رهبران جهان غرب فاصله ندارد. او کشتار غیر نظامیان را وحشتناک لقب داد. آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا خطاب به مردم روسیه در توییتر خود گفته باور ندارم این جنگ خواسته شما باشد و سپس افسوده این تراژدی باید پایان بگیرد و جهان به یک اوکراین آزاد و مستقل نیاز دارد. و اما با آغاز ماه رمضان از فردا صبح در پاریس دادگاهی به اتهامات امام جمعه 75 ساله به نام سعام عیاشی رسیدگی می کند. او در سالهای 2014 تا 2018 در سوریه به عملیاتی به گفته دادگاه تروریستی متصل بوده است. این عکس و نوشته 3 سال پیش به هنگام دستگیری او چاپ شد که می پرسیدند عیاشی جهادی کیست؟ او که سالها ساکن بلژیک بود همواره چندین نسل از جوانان را به جهاد و مبارزه مسلحانه تشویق کرده است. او 60 سال پیش به فرانسه آمد و با یک خانم فرانسوی ازدواج کرد. 30 سال پیش نیز ساکن بلژیک شد. او کسی است که مراسم عقد و ازدواج عبدالستار دهمان قاتل احمدشاه مسعود را برگزار کرده بود. آن زمان قاتل احمدشاه مسعود با دختری به نام ملیکا الورد ازدواج کرده بود که بعدها به بیوه سیاه پوش جهاد مشهور شد. اما 3 سال دیرتر برای نوبت دوم با فردی به نام معزالدین ازدواج کرد. عیاشی 14 سال پیش در ایتالیا دستگیر ولی 3 سال بعد آزاد شده بود. از آن طرف پسر این متهم به طور غیابی در بلژیک به 8 سال زندان محکوم شد چون جوانان را از راه دور استخدام و به عراق می برد. برحال دادگاه پرهیاهویی که از فردا آغاز خواهد شد نشان می دهد که جزئیات فعالیت های این فرد چگونه بوده است. در ارتباط با ایران آقای حسین امیر عبداللهیان دیروز گفته که به امضای برجام نزدیک می شوند. او همچنین اضافه کرده ما موافقت و همینطور خواسته های من را از امریکا به واسطه های گفتگو ارائه دادیم. تصور کنید با کشوری روابط دیپلماتیک ندارید ولی از او می خواهید شما را تحریم نکند. در پایان اگرچه 13 بدر را پشت سر گذاشته ایم اما 12 فروردین روز رأی گیری با گفتن آری یا نه با باسواد و بیسواد بدون کنترل که 98% هم رأی آورد اسباب گزارش طولانی برای تلویزیون پارس تودی تلویزیون حکومتی شده است. همان جمله اول و همان تصویر اول ما را بس.
About 50 days after the victory of the Islamic Revolution in February 1979, a referendum was held throughout Iran. According to the results of the referendum, which was announced on the 12th of Farvardin, corresponding to April the 1st, 1979, more than 98% of the eligible voters said yes to the establishment of Islamic Republic in Iran.